سلام. موضع‌گیری ها، سخنرانی ها، همگونی ها، ناهمگونی ها، دنیای سیاست و امواج اخبار و تحلیل پیامدها و چشم‌اندازها، تیک تاک و نگاه عمیق‌تر به آنچه پیش آمده و آنچه ممکن است رخ دهد. برنامه های امروز: حباب بورس می‌ترکد، شاخص ها قرمز، روحانی در سکوت، رسانه ها از پول شدن هزاران میلیارد تومان می‌گویند، بررسی آخرین وضعیت بورس و چشم‌اندازها در گفتگو با آقای مهدی سامه، مسئول کمیسیون صنایع شورای ملی مقاومت ایران. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران چه می‌خواهد؟ آیا میان این سفر و مکانیزم ماشه ارتباطی هست؟ بورس و سقوطی بی‌سابقه. بورس مشکل‌گشا یا ادامه دروغ‌های بی‌پایان روحانی؟ روزنامه‌های حکومتی سوم شهریور چه می‌گویند؟ واشنگتن، شورای ملی مقاومت ایران و جلسه‌ای که مورد توجه گسترده قرار می‌گیرد. ضرورت تحریم تسلیحاتی و اعمال قطعنامه‌های سازمان ملل متحد علیه رژیم. بررسی در گفتگو با مهندس امیر بلورچی از آمریکا. گرانی و فشار بیمانند بر مردم. سرمایه‌های ایران به کجا می‌رود؟ گزارشی از گرانی، این بار کردستان، در بخش دردهای مردم. تیک تاک و گذر از مسیر پرتلاطم رخدادها و پیامدها. سقوط بی‌سابقه شاخص بورس در ایران تا همین چند هفته پیش، روحانی پیاپی ادعا می‌کرد که شاخص بورس در ایران رشد چشمگیری داره. همون زمان کارشناسان از حبابی بودن بورس می‌گفتن. از هفته گذشتم گویا این حباب ترکید و شاهد سقوط بی‌سابقه شاخص بورس هستیم. اما چرا؟ چه فرایندی طی شد که وضعیت به این نقطه رسید؟ معنی این سقوط بی‌سابقه چی هست؟ برای پاسخ گفتگویی داریم با آقای مهدی سامه، مسئول کمیسیون صنایع شورای ملی مقاومت ایران. سلام میکنم به شما و خوش آمد میگم بهتون. دیروز موسوی لارگانی از اعضای مجلس رژیم گفت که در بورس 1.5 تریلیون پول پودر شده. همینطور از صبح امروز هم در رسانه‌ها صحبت از سقوط بازهم بیشتر واحد بورسه. این تغییرات به چه معنی هستن و چه تأثیری در وضعیت کسانی که با بورس کار میکنن داره؟ من هم سلام میکنم به شما، تشکر میکنم ازتون که این فرصت رو به من دادی. سلام میکنم به خانم ها و اونی که برنامه رو میبینن. اول این خبر بدم که ساعتی پیش دفتر بورس رو بستن برای که نه از این سقوط بیشتر جلوگیری کنن فعلا. اما بریم سر اصل مطلب. اولا بورس چیه؟ بورس یک به اصطلاح پدیده در مناسبات سرمایه‌داریه، برای این که شرکت ها بتونن انباشت سرمایه بکنن از طریق دارایی هایی که راچده. یعنی مثلا فرض کنید یک شرکتی که سرمایه موجودش، سرمایه حقیقیش، مثلا فرض کنید برای که ساده بشه، مثال های ساده میزنم، 1000 تومنه، میاد میگه که من از این 1000 تومن اگه 100 سهمش بکنیم، 100 سهمی 10 تومن، میاد و میگه که برای 30 تا از این سهم ها رو من وارد بازار بورس میکنم، هر کی میخواد بخره. حالا بر اساس اینکه ارزیابی این که این شرکت سوداوره و حالا یا تبلیغ میکنن یا واقعا سوداوره، هر سهم 10 تومنیش میاد و چون درخواست زیاد میشه این سهام میره بالا، مثلا میشه 11 تومن، 12 تومن، تشویق میشن برای خریدن. این وضعیتی است که مثلا برای شرکت های بزرگ مثلا مایکروسافت یا آمازون و این جور شرکت ها پیش میاد. اون سهامدار اصلی که اول اومده و قیمت پایه رو گذاشته 10 تومن، مقدار پول میگیره و این پول وارد انباشت سرمایه میشه و در حقیقت میتونه کارش رو توسعه بده و همینطوری هم هست که شرکت های بزرگ بزرگ میشن. برعکسش هم هست، یعنی شرکت هایی که زیانده هستن میاد پایین تا جایی که سقوط میکنن. این اول راجع به بورس، یک به اصطلاح پدیده رایج در مناسبات سرمایه داری. اما بورس بازی چیه؟
یا بورس به مثابه یک کازینو و قمارخونه. بورس بازی اینه که عده‌ای که متخصص اینجور کار هستن و تخصصشون که جیبای مردم رو خالی کنن و از طرق مختلفی وارد بورس میشن و هی میبینید که یک سهامی این مرتب میره بالا. مثلا فرض کنید همون مثالی که زدم 10 تومن هر سهم یو میشه 12 تومن 14 تومن 16 تومن 27 تومن این میره بالا و خب تشویق میشن آدم ها که برن بخرن. ولی چون این واقعی نیست یک جایی این سقوط میکنه. مثلا یه مثال دیگه، شما فرض کنید یه نفر میاد یک زمینی رو داره بزرگ، میره از بانک پول میگیره، میگه که من اینجا یک ساختمان میسازم، مثلا 40 واحد ساختمان فرض کنید، نقشهشو میکشه، عکسشو میدازه، تبلیغات میکنه و تشویق میکنه که بیان سهام این شرکت بخرن یا خونه هاش هم میفروشه قبل از اینکه کاری بکنه. بعد یه شرکت جنبی درست میکنه که مثلا در و پنجره های اینو درست کنه، اونم یه مقدار وام میگیره و وارد به اصطلاح پروسه همین بورسش میکنه، اما هنوز چیزی ساخته نشده. در این بین خب حقوق های زیادی میدن به کارمنداشون و به اشکال مختلف از طریق روابطی که خودشون دارن ارزش سهام اینو میبرن بالا و در یک جا هم به بانک ها میگن پول نداریم بدیم، ورشکست شدیم. این اون چیزیه که بورس بازی بهش میگن، که حالا من خیلی ساده شو گفتم ولی همینه. در اینجا هست که عده‌ای اومدن این به اصطلاح به طور مصنوعی بردن بالا و بعد واقعیت حالا یا از طریق این که واقعا قیمت واقعیشی نبوده، مثلا فرض کنید اون 10 تومن مثلا 8 تومن بوده، اینا با تبلیغات زیاد بردن بالا، و یا اینکه نه از طریق بورس بازی قمارخونه کازینو چنین اقدامی رو انجام دادن و وقتی که سقوط میکنه میگن حباب بورس سرکه. چرا میگن حباب؟ برای که اولش که دارد میرد بالا مثل حباب هی دارد بود میشه و اونجا میترکه و میگن که این سقوط. این اتفاقیه که برای اقتصاد بورس در ایران اتفاق افتاده. حالا توجه کنید که اینا از اول هم میگفتن، اگه یادتون باشه در یکی از همین برنامه من هم گفتم که این واقعی نیست، این مقداری که صحبت میکنن که ارزش مثلا فلان چیز مثلا سهم فلان کارخونه این قد رفته بالا اینجوری شده، سهام عدالت که مثلا 1 میلیون بوده الان 4 میلیون 15 میلیون از این رقم ها میدادن، اینا واقعی نبود. واقعیت اون وقت خودش نشون میده، یعنی چیزی نیست که بشه پنهانش کرد، یک جای خودش نشون میده. بسیار از کارشناسا همطور که شما گفتی اول گفتن، دیروز هم همتی یک نکته ای رو کرد، گفت که اگر ما بخوام قیمت دلار را متوازن و ثابت نگه داریم باید نقدینگی و تورم رو کنترل کنیم. خب در حالی که نقدینگی و تورم رو نمیتونن کنترل بکنن و این میچرخه این پول و هی داره تورم رو افزایش میده و نقدینگی رو افزایش میده به شکلی که در هر روز حدود 2000 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه میشه، این سبب میشه که بازار حقیقی خودش در جای دیگه نشون میده. در کجا نشون میده؟ در دلار یا در سکه. بنابراین همزمان هست که با ترکیدن حباب بورس تاثیر میذاره در اون قیمت ها، اونها هم رشد میکنه و افزایش پیدا میکنه. توجه داشته باشیم که این اتفاق افتاد، برای این که میگن اینقدر پول شد، معنیش بود منی که دیروز 5 تا سهم داشتم فکر میکردم که مثلا 5 تا 15 تومنه، الان نمیبینم 5 تا 1 تومن هم نیست و بقیه اینا رفته، یه کاغذی دست منه میگن که بیا 5 تا 1 تومنه بگی برو اگه میخوای، و اون مقدار هست که از بین رفته. و خب اون بحرانی که مثلا در سال 2008 در آمریکا اتفاق افتاد همین از همین نوع کارهایی بود که الان هم
بسیاری از مردمی که البته وقتی میگم مردم منظورم کسانی است که مثلا بیش از مثلا اندوختگی دارن، طلا دارن، یک مثلا 45 میلیون تومان پول دارن که وارد بازار بورس میشن و فکر میکنن که خب این سرمایهشون هست، تا بعضی هاشون ملکی داشتن فروختن و وارد این بازار شدن و بعد شکست خوردن و در چنین وضعی دوچار شدن که الانه خبرهاش امرو خیلی زیاده، مرتب در این رابطه خبر بود. ولی نتیجه این هست، درسته که اکثریت خب مردم که در این بازی نیست، اکثریت قریب به اعتبار مردم حدود مثلا 80% اصلا چنین پولهایی ندارن که وارد بورس بازی بشن، حتی سهام عدالتشون هم معلوم نیست. ولی همونهایی که وارد شدن و این ضربه رو میخورن، عوارض منفیش سرازیر میشه به سمت جامعه و به سمت مردم و بنابراین کنش های مردم خودش نشون میده. چرا کنش های مردم خودش نشون میده؟ برای که من که کار میکردم، پدر یه خانواده بودم، اون خانومی که کار میکرده، اون جوانی که کار میکرده که دیرو مثلا رفته عدس خریده کیلوی مرد کنی مثلا 10 تومن، امروز باید بره خره کیلوی 12 تومن، چون تورم داره میره بالا و این اثراتو داره و واکنش نشون میده، اعتراض میکنه و به هر حال جامعه در تب و تاب چنین تحولاتی در اثر سیاست‌های رژیم قرار داره. بله، خیلی خیلی متشکرم از شما آقای مهدی صامم، مسئول کمیسیون صنایع شورای ملی مقاومت ایران، و ازتون خداحافظی میکنم. روزتون خوش. خدا نگهدار. خدا نگهدار. چرا موشک زدین و چرا موشک دوم رو زدین؟ اینا سوالاتی هستن که از روز جنایت انهدام هواپیمای اوکراینی بر فراز تهران کاربران در شبکه‌های اجتماعی اون رو مرتب مطرح می‌کردن. همراه بشین با بخش فضای مجازی و نکاتی که هموطنانمون درباره این جنایت خامنه‌ای مطرح می‌کنن. سلام می‌کنم به شما و آماده‌ایم برای گوش دادن به گزارش امروزتون از فضای مجازی. سلام و درود به شما و همینطور به همه همراهان عزیز. از روز اول که جنایت هواپیمای اوکراینی و سقوط اون اتفاق افتاد، دو سوال از طرف کاربران فضای مجازی مطرح شد. چرا موشک زدین؟ چرا موشک دوم رو زدین؟ حالا بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه ابعاد فاجعه رو روشن‌تر کرده که اعتراضات خیلی زیادی رو در فضای مجازی هم به دنبال داشته. در همین رابطه کاربر نوشته 19 ثانیه زمان میان شلیک موشک اول و موشک دوم روایتی کامل از 42 سال شرارت یک نظام سیاسی تبهکار. کاربر دیگه با انتشار عکس‌هایی از کودکانی که در این هواپیما بودند و قربانی این جنایت رژیم شدند نوشته جنایتی که با باز کردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی آشکار شد. تصور کنید موشک اول شلیک شد، مسافران سالم بودند، 25 ثانیه بعد با شلیک موشک دوم توسط سپاه پاسداران این کودکان بیگناه هم در آتش سوختند. مسئول کیست؟ آیا نباید این سپاه وحشی را منحل کرد؟ کاربر دیگه هم درباره همین جنایت آخوندها نوشته بالاخره دود سفید از جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی بلند شد و مشخص کردید که خلبان و سرنشینان تا قبل از اصابت موشک دوم زنده بودند. نظام 3 روز حقیقت را کتمان کرد. نتایج تکان دهنده بازخوانی جعبه سیاه نشان داد نظام جمهوری اسلامی در دروغ و ریا و فریب و دغل بدون رقیب، پیشتاز و در رتبه نخست است. کاربر دیگه با اشاره به ماهیت ضد بشری آخوندها به موضع‌گیری بعدی اشاره کرده و اینکه رژیم خواهان این شده که به قول خودش از این گزارش استفاده سیاسی نشه. با یک تصمیم سیاسی هواپیمای اوکراینی رو میزنن، بعد رئیس سازمان هواپیمایی موقع دادن گزارش که بیشتر میشه به نمک روی زخم تشبیه کرد، میگه هر گونه استفاده سیاسی از این گزارش ممنوع. سخنی از بی‌شرافتان حکومت پذیرفته نیست. ما دنبال گزارش حقیقی از ناظران بین‌المللی هستیم. کاربر دیگه هم با اشاره به همین فریبکاری آخوندها و موضع‌گیری که بعد از این موضوع داشته گفته اگر می‌خواهید درد خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی را لحظه‌ای متوجه شوید، به حرف‌های بی‌ربط سخنگوی هواپیمایی رژیم آخوندی گوش دهید.
درخواست میکرد افشاگری نشود. هیچ مشکلی در مملکت آخوندزاده حل نخواهد شد مگر با سرنگونی آنها. اولین قدم برای سرنگونی انحلال سپاه پاسداران است. خیلی از کاربران در همین فرصت با اشاره به این جنایت آخوندها به عنوان یک نمونه از جنایت های سپاه پاسداران روی همین موضوع انحلال سپاه پاسداران تاکید کردند. جنایت سپاه پاسداران حکومت سرکوبگر آخوندی که با کشتار این بچه‌ها و صدها نفر دیگر که مسافران هواپیمای اوکراینی بودند، نمی‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. سپاه جهل و جنایت بایستی منحل شود. و کاربر دیگه هم از خشمی که در انتظار رژیم و مهرها و مزدورانش هست گفته و نوشته: جعبه سیاه همه رمز و راز جنایت‌های نظام پلید جمهوری اسلامی، اعم از سرنگونی هواپیمای اوکراینی و تابستان 67 در دادگاه خامنه‌ای پس از سرنگونی رمزگشایی خواهد شد. اگر که بتوان کینه‌های فروخفته در دل داغداران را کنترل کرد تا آنچه بر سر قذافی آمد بر سر او نیاید. موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی، جنایتی که رژیم انجام داده، پنهانکاری‌های بعد از اون، یکی از جنایت‌هایی هست که در کنار کشتار مردم در قیام آبان ماه و همینطور قتل عام 67 الان روی میز مراجع بین‌المللی هست و مردمی که عزم جزم کردن در برابر اونها پاسخ بگیرند. ممنون که با ما همراه بودید. توجهتون رو به سایر بخش‌های تیک تاک جلب می‌کنم.